سلام به یک ویدئوی دیگه با من خیلی خوش اومدید. میکروفون من کار نکرد ولی سعی میکنم که با صدای بلندتری صحبت کنم که صدام برای شما ضعیف نباشه. شما هم صدای گیرندتون رو زیاد کنین که صدای منو به طور واضح داشته باشین. امروز میخوام در رابطه با خوراکی های به اصطلاح ناسالم یا جانک فود یا فان فود ها صحبت کنن. کل این که از لحاظ روانی میگن روی خوراکی ها برچسب نزنین، یعنی نگین این خوراکی سالمه، این ناسالمه، این بده، این خوبه، و ما هم همین کارو میکنیم. حالا شاید در طول ویدیو خیلی سخت باشه این که بخوایم بگیم خوراکی هایی با ارزش غذایی پایین تر. حالا اگر من از کلمه ناسالم استفاده کردم متوجه منظورم بشید، ولی در حالت کلی این خیلی خوب هستش که ما به غذاها برچسب نزنیم. امروز من رفته بودم سوپرمارکت و یه سری بیسکویت گرفتم که خب میدونم قند بالایی دارن، میدونم ارزش غذایی پایین تری دارن، و اون لحظه داشتم به این قضیه فکر میکردم که خیلی از افراد قطعا دارن خوردن یک سری چیزها رو از خودشون خودشون رو محروم میکنن از خوردن یک سری چیزها، و این قضیه باعث میشه که رژیمشون رو توی یک مدت کوتاهی ادامه بدن و بعدش خسته بشن. و اون لحظه واقعا به این فکر کردم که بهتره من بیام یک بلاگ درست کنم راجع به این موضوع صحبت کنم که آیا کسی که شروع میکنه به سالم خوری باید چشمش رو روی تمام خوراکی هایی که از نظرش خوشمزه ولی ناسالمه ببنده یا نه. قبل از هر چیزی من میخوام این قضیه رو بهتون بگم که بحث ما بیشتر روی سالم بودن و ناسالم بودن هستش. یعنی اگر ما میگیم این خوراکی بده، به خاطر اینه که روی جدول ارزش غذاییش میزان شوگر یا قندش زیاد هستش. البته من جدول ارزش غذایی اینو ندیدم، نمیدونم چرا نداره، شاید به خاطر عمق فاجعه است. ولی نداره. حالا شما اگر که میدونید اینا جدول ارزش غذایشون کجاست توی کامنت به هم بگید. وقتی میاد قسمت شوگر یا قند یه خوراکی رو با رنگ قرمز مشخص میکنه، یعنی از یه حدی قندش بیشتره و ما خیلی نباید اون غذا رو مصرف کنیم. این معنی نیستش که اون غذا ما رو میکشه یا خدایی نکرده مثلا سرطان‌زاست یا حالا هر چیز دیگه ای. این یعنی ما توی مصرف اون غذا باید تعادل داشته باشیم، یعنی نباید مصرف این شکلات ها یا بیسکویت ها توی زندگی ما یه روتین خیلی منظم، حالا منظم بودنش اشکال نداره، خب منظم میتونه هفته یه بار باشه، روزی یه گاز باشه، مثلا نظم ایرادی نداره. بازم من شروع کردم ولاد بگیرم، همسایه ما سر صداشون رو شروع کردم. این که به طور مرتب به میزان زیاد بهتره که مصرف نشه، آیا کسی که اینا رو میخوره چاق میشه؟ یا آیا کسی مصرف اینها رو قطع کنه لاغر میشه؟ نه، هیچ کدوم از اینها صحت نداره. اگر کسی توی محدوده کالری مورد نیاز بدنش و محدوده کالری مجاز بدنش از این خوراکی ها مصرف کنه هیچ ایرادی نداره. اگر توی کالری تثبیت باشه وزنش بالا نمیره. اگر توی کالری نقصان باشه، حتی اگر از این خوراکی ها توی برنامه غذایش داشته باشه همچنان وزنش کم میشه. بله، درست شنیدین، حتی اگر ما از این خوراکی ها بخوریم ولی همچنان توی کالری نقصانمون باشیم وزن ما کم هم میشه. حالا چرا میگن شیرینیجات نخورین؟ به دلایل پزشکی، به خاطر مبحث مقاومت به انسولین و اینکه اگر قند ما به طور ناگهانی بالا بره میتونه در دراز مدت به سلامتی ما آسیب بزنه. پس ما حواسمون هست که مصرف این خوراکی‌ها رو به طور زیاد توی برنامه غذاییمون نداشته باشیم، نه اینکه مصرفشون رو قطع کنیم. ببینید، همه ما یک سری خاطرات طعمی داریم توی ذهنمون. حالا نوتلا شاید اینجوری نباشه که همه از همون بچگی باش خاطره داشته باشن، ولی این خیلی سخته که ما بخوایم تمام چیزهایی که از نظرمون خوشمزه ولی ناسالم هستن رو کنار بذاریم و تا آخر عمرمون دیگه بهشون لب نزنیم. این کار یعنی بازگشت به همون تغذیه اشتباه قبلی.
ولی وقتی شما نسبت به غذاها و خوراکیها آگاه باشید، اگر بدونید میزان قندشون چقدره، من در طول روز چقدر میتونم از این خوراکی مصرف کنم، یا اگر اینو مصرف کردم چطوری از اون بر جبرانش کنم. اگر شما آگاهانه خوراکی ها رو مصرف کنید، اگر بتونید خوراکی ها رو با هم مقایسه کنید و بعد مصرف کنید، دیگه این رو شما تصمیم میگیرید. هفته ای یه دونه بخورم یا روزی یه تیکه بخورم، مگر اینکه رژیم غذایی خاص داشته باشید. کسی که رژیم کتوژنیک داره اصلا نباید دست به این بزنه، ولی من یا خیلی از افراد دیگه که رژیم سالم خوری یا همون فلکسیبل دایت یا رژیم منعطف دارن، میتونن از این خوراکی ها هم توی برنامه غذاییشون داشته باشن. این که میگم توی برنامه غذاییشون داشته باشن، شاید این حسو به شما بده که منظورم اینه که مثلا توی برنامهشون این باشه که خب روزی یک عدد از این بیسکویت ها، منظور من این نیست. میتونن مدیریت کنن و از این خوراکی ها هم بخورن. اینکه خودمونو خیلی بخوایم محدود کنیم، الان اینایی که من گرفتم اصلا اینجوری نیستش که خیلی سریع تموم بشه. من دو تا از این خوراکی‌ها داشتم که ماها توی کشو بود، ولی من عاشق این بیسکویت‌ها هستم. بعضی وقت‌ها واقعا دلم می‌خواد و اینکه بخوایم هر از گاهی فان فود داشته باشیم، اصطلاحا یه حالی به خودمون بدیم، واقعا اشکالی نداره. حالا من همه اینا رو تعریف کردم، میخوام راجع به یه ورزشکاری که میخواست توی مسابقات شرکت کنه و برای اینکه آزمایش روی بدنش انجام بده، در طول اون دوره‌ای که داشت برای مسابقات آماده میشد، روزی یه دونه اسنیکرز میخورد. اسنیکرز هم میدونین کدوما رو میگم، همون شکلاتایی که توشون کارامل و بادوم زمینی و بیسکویت و اینا دارن، خیلی هم خوشمزن. این کار رو انجام میداد که ببینه آیا روز مسابقه توی عمل کردش تأثیری میذاره یا نه. اگر من اینو دارم حالا یه مقدار پس و پیش و اشتباه تعریف میکنم، به خاطر اینه که خودم هم شنیدم و به طور 100% توی ذهنم نیست، حتی اسم ورزشکارم توی ذهنم نیست. شما اگه میدونین حتما توی کامنت بگین، خودم هم باز بعد از این ولاگ میرم تحقیق میکنم ببینم اسم اون ورزشکار چی بوده. تا روز مسابقه روزی یک دونه اسنیکرز مصرف میکرد، ولی توی محدوده یک کالری مجاز خودش. و اون فرد بعد از این که به تاریخ مسابقه رسید، متوجه شد که هیچ تغییری توی عمل کردش ایجاد نشده. این رو نگفتم که بهتون بگم آقا اینا خوبن، برین روزی مثلا یه دونه نوتلا، یه دونه اسنیکرز، یه دونه از این خوراکی ها توی برنامه‌تون بذارین. نه، فقط خواستم آخرت داستان رو بگم. کسی که میخواست توی مسابقه شرکت کنه، این آزمایش رو انجام داد، ولی اوکیه، مشکلی نداره. پس مایی که نهایت هدفمون کاهش درصد چربی بدنه و اینکه میخوایم تا جایی که میشه سالم زندگی کنی، بهتره که روح و روانمونو با محدودیت‌های خیلی سفت و سختی که برای خودمون در نظر گرفتیم تحت فشار قرار ندیم. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. من نیومدم توی این ویدیو تبلیغ ناسالم خوری رو ترویج کنم، یا نیومدم بگم اشکالی نداره هر چقدر دوست داشتین شیرینی و شکلات بخورین. فقط اومدم بگم که اون جوری که توی ذهنتون راجع به سالم خوری و رژیم فکر میکنین، واقعا نیازی نیست که تا اون حد به خودتون سخت بگیرید. اگه این ویدیو رو دوست داشتین، حتما توی کامنت ها به هم بگین. لایک ویدیو یادتون نره، حتما منو سابسکرایب کنید، چون که هر از گاهی براتون همچین ویدیوهایی هم میذارم و کلا ویدیوهامون متنوع توی کانال یوتیوب. امیدوارم که این ویلاگ به دردتون خورده باشه. تا ویلاگ بعدی، خداحافظ.